اگه سوالی هست بفرمایید تا من این ویندو اینو میتونم شیر کنم. الان صفحه رو میبینید دیگه ایشالله. صدا هست؟ خب. من راستش قبل جلسه الان به جایی که میخواستم رو تبلت در واقع بنویسم اسکرین شیر کنم زدم نمیدونم یه چیز رو پاک کردم. حالا فعلا با همین روش قدیمی با همین تخته لپتاپ هم وصل میشم، اون یکی یکم سرعتش بهتر بود، حالا میذارم برای جلسه بعد، ولی مشکلی نباید باشه. من چیزی که ضبط میکنه احتمالا خود این هم میگم دیده اضافه میکنه، من ضبط نمیکنم. هومورک که قبلی رو هم قرار بود یکی از دوستان بذاره OCW فکر کنم هنوز من خودم ندارم، هر وقت من اونجا بگیرم در واقع روی CW هم اضافه میکنم. خیلی خوب، دیگه صحبتی هست؟ من OCW دیروز که چک کردم نبود، حالا هومورک در واقع حل هومورک یک بود میشد. هر وقت اونجا اضافه کردید حالا یه جوری به من خبر. خب گفته که شماره یک چیزی نیست، من حالا اسپایسش هم میذارم برای یه جلسه ای که کامل در واقع اسپایس، یعنی توضیح کوچیکی راجع به اسپایس بدم و راجع به اینا. فعلا من کار خاصی با مدل اسپایس اولی ندارم. اگر شما اسپایس استفاده کنید بفهم. سلام، ببخشید من وسط صحبتتون. باشه. استاد من یه چیزی میخواستم بگم، حالا بقیه دوستانم اگه موافق من بوده مثلا یه فیدبکی حالا بدن پایین. استاد این یه مشکل حالا با این تمرینای حالا تا اینجا حالا ریلیز شده ما داشتیم اینه که نمیتونیم هر کنیم راستش، یعنی یه بخش خوبیشو واقعا خب همه که من الان همین امروز میخواستم توضیح بدم که چرا همه یه سورس جوابی دارید از روش مینویسید دیگه مشکل چیه. خب من مثلا که بنویسیم دیگه آخر نمیشه آخر. خب میتونید بگید که مثلا چه میدونم من زبان انگلیسی بلد نیستم، مثلا هومورکاتو به انگلیسی نده، خب اینو میفهمم، ولی این گزاره کلی که شما میگید باید یکم یه چند تا چیز اطلاعات ریستر هم بدید که بفهمم یعنی چی. استاد من حالا نظرم اینه، حالا نظر اکثریت اگه اینا رو نمیتونید حل کنید من نمیفهمم. حالا هومورک صفر شاید یکم حداقل تمرین آخرش برای این بود که ته درس بهتون بگم که اون چیزایی که تو الکترونیک یک و دو میخونین از اون هومورک آخر صفر ساده تره. خب منظورش این بود، حالا اونو بذارید کنار، بقیه شو اگر قاعدتا نمیتونید حل کنید یه مشکلی هست. خب کلیتش چیه استاد؟ ببینید کلاس رو میبینیم، بعد شاید مثلا بتونیم یه دونه مثلا تمرین رو حالا حل کنیم، بعد وقتی که شما حل میکنید کامل تازه متوجه میشین چی به چی بود، یعنی حتی اگرم نهایت زورمون رو بزنیم مثلا یه چیزی رو حل کنیم، خب بازم یه نکاتی اون وسط جا مونده انگار. خب یعنی یه چیزی که انگار ما اطلاعات لازم برای حل اون تمرین رو نداریم هر هفته. میدید منظورم چیه؟ نه اطلاعات لازم ندارید، یعنی مثلا صورت سوال یه چیزی جا مونده؟ نه صورت سوال اینه که مشکل خب. میگم شما حل میکنید یه شنبه که حل میکنید کامل متوجه میشین چی شد. خب در اون تا اون یادگیری 100 درصدیمون اونجاست. خب میدونم منظورم حالا اگه دوستانم حالا اگه نظرشون بدن که خیلی خوب میشه اگه یه نفر دیگه خب نه آره بگن خیلی خوب میشه، ولی بذار من مثلا بذار هومورک صفر رو بذاریم کنار، هومورک یک بذار من الان هومورک یک اگه بتونم بیارم بذار برم تو CW.
راستش نمیفهمم، ولی بذار هوم ورک 1 رو بیارم ببینم مشکل چیه. مثلا یکی یکی رو هوم ورک 1 بریم جلو. خوبه اینجوری. من چیزی که بزنم نمیرسه. من یعنی میخوام صورت سوال رو متوجه بشم که بعد برسیم به بقیه کلاس. هم اگه یکی صحبت کنه من بفهمم چیه. خب نه مشکل میگم من اصلا منظورم از هومورک در واقع فیدبک گرفتنه. من هومورکی در واقع صفر رو که کامل نگاه کردم، فکر کنم همه کلاس رو اسکن کردم، هومورک یکم یک تعداد کمی نگاه کردم و نمیدونم مثلا سوال یک هومورک یک کجاش گنگه؟ یکی میتونه بگه کجاش گنگه؟ اون که قرار بوده یک بار برای بیشترین سوینگ، یک بار برای بیشترین در واقع بهره مدار رو بایاس کنید. استاد من حالا یه چی بگم؟ گنگیش میگم وقتی شما حل کردید کامل مثلا متوجه میشدیم چیه، ولی داستانه که مثالی از اون ما ندیدیم که بخوایم این سوال رو مثلا حل کنیم. خب چون مثلا سر کویف مشکلی نبود چون که مثلا شما حل کرده، ولی برای تمرین یعنی به طور کلی بگم هیچ ایده خاصی راجع به یه سری تمرین واقعا نداریم. خب تا یه حدیش که اصلا باید اینجوری باشه، یعنی اگه یه چیزی هست که قبلا دیدی خب دوباره چی مثلا فقط باید عدداش عوض کنی؟ من برای درست دادنم دارم میگم اصلا من اعتقادم اینه. ممکنه بگید تو اعتقادت غلطه. خب این که من بشینم اونجایی که دارم کانسپتو میگم با مثال بگم، این کار کلاس کنکوره، کار دبیرستانه. خب شما توی درس باید مفهومو یاد بگیری. این که حالا اون مفهومو یاد گرفتی یا نه، میری تمرین میکنی میبینی یاد گرفتی یا نه. خب بعد برمیگردی دوباره کانسپتو یاد میگیری. هی فرض کنید شما مثلا من سه تا اصل هندسه رو بهتون بگم، شما با اون سه تا اصل هندسه قاعدتا روی کاغذ باید همه مسئله هندسه رو بتونید حل کنید. قبول دارید؟ خب اون چیزی که مهندسی بهش میگم شبیه هندسه است، شبیه جبر نیست. اگر هم تا حالا درساتون رو شبیه جبر یاد گرفتید اشتباه بوده. اون دو تا اصل رو یاد میگیرید، با اون دوتا از همه مسائل حل میشن. شما اگر قانون دوم و سوم نیوتن یاد بگیرید، تمام مسائل مکانیک به صورت منطقی باید بتونید حل کنید. این که میتونید حل کنید یا نه دوباره یه چیز دیگه است. همون آخر خب همین میتونیم حل کنید. ممکنه مسئله فیزیک شما بگید من صورتشو متوجه نمیشم. این که صورتشو متوجه نمیشی یه قسمتیش مربوط به این میشه که اون فیزیکو درست نمیدونی. خب مسئله جبر با مسئله فیزیک فرق میکنه. مسئله جبر مثلا یک رابطه بهتون میده ثابت کنی سمت چپ و راست معادله واضحه، بعد ضرب و تقسیم کنی برسی. خب این که صورت مسئله رو نمیفهمی توی فیزیک دارم میگم، خب یه مثال دیگه دارم میذارم، مثلا اینکه این گلوله رو پرت کنید به نحوی که این اتفاق بیفته، این که صورت مسئله رو نمیفهمی خودش قسمتی از فیزیکه. خب یعنی قسمتی از کانسپت فیزیکو نمیدونی که صورت مسئله رو نمیفهمی. میفهمی؟ الان دارم توضیح میدم. پیشنهادم اینه که همین با کلاس بیاین جلو، انقدر بیاین جلو تمرین کنید که در واقع اون کانسپت هم بفهمید. که یعنی وقتی یه مدار میدم مثلا جوابش اینه که نقطه بیشترین سوینگ، خب این خودش خود اون صورت مسئله، رسیدن به اون صورت مسئله یه قسمتی از جوابه. با جواب فرق داره که ثابت کنید مثلا انتگرال این میشود این. خب اون که اینجوریه اسمش جبره. خب این که مسئله هندسه رو نمیتونی حل کنی با این که اون دوتا اصل هندسه رو میدونی، خب اینه که اون صورت مسئله رو بتونی تقلیل بدی به اون دوتا تا اصلی که بلدی. این خودش یک جزی هندسه است. منظورم میفهمی؟ من میخوام با یه چیزی که احتمالاً میشناسید در واقع چیز کنم. مثلا هندسه اینه که ثابت کنید این سه تا خط همدستن. خب
این که اینو بتونی رب بدی به این که دو تا مسئله که تو ذهنت داری، مثلا قضیه سوا هرچی، این خودش یه قسمتی از هندسه است، یه قسمت از صورت مسئله نیست. دارم توضیح میدم یا نه؟ سلام میاد؟ الو؟ الو صدام میاد؟ بله صداتون هست. یه لحظه پیغام قطع شدن داد آخه. من نمیدونم کجا صداتون هست. ولی گفتم دیگه مثال از مسئله هندسه زدم. خب مثلا بذارید مثلا که میگم مثال هندسه بزنم، مثلا فرض کنید که میانه‌های مثلث مثلا همرسن. خب شما میتونید بگید مثلا نمیفهمم باید چه جوری شروع کنم مثلا رو حل کنم. این که نمیفهمی یه قسمتی از این که هندسه بلد نیستیه، خب جزئی از این. الان مثالمو درک کردید؟ من فقط چک کنم صدام میاد. بله استاد صداتون هست. اگه حل نشه بعد انقدر تمرین کنی که این چجوری هندسه رو یاد میگرفتی؟ خب بعضی وقت صورت سوال خیلی واضح نیا کن، من دارم میگم فرق داره. شما هندسه رو نمیتونی به صورت جبر درس بدی، اصلا ذاتش فرق داره. خب میگی من اصلا شروع مسئله رو نمیفهمم باید چیکار کنم، یعنی خطا چجوری میشن که همرس میشن. خب اون ذاتش فهم میکنه، اینم ذات مسئله طراحی اینه. مثلا مسئله طراحی دادم اون دیگه اصلا خیلی دیگه فرق میکنه. دو تا پیچ داریم، من اصلا نمیفهمم پیچ چیه، چجوری این پیچه باید گین رو تنظیم کنه. خب میتونی همینجوری بشینی هی فکر کنی با اون نوع نگاه جبری، اگه بخوام بگم شما هیچ وقت نمیتونی مسئله هندسه حل کنی. خب الان با کدوم نگاه دقیقا باید حلش کنیم؟ با همین یک نوع نگاه دیگه، یه نوع نگاه دیگه که اون چیزایی که میدونی خیلی حد اقلی هم. با اون چیزای حد اقلی باید بتونی حل کنی. همه سلوشن ها مثلا مسئله کنکور نیست، راه حل تستی نداره که 1-2-3 الگوریتم اینجوری. خوبه که میداشت، ولی اون چیزایی که اینجوری هم در حد همون یه مسئله جبرن، یه مسئله مثلثاتی هم اینجوری حل میشه. و شما مسئله هندسه رو نمیتونی اینجوری حل کنی، نباید هم بتونی اینجوری حل کنی. برای همین آقای کی بوده گفته آن کسی که هندسه نمیداند اینجا نیاید. شما مگه هندسه نمیدونی؟ مهندسی احتمالا انتخاب خوبی نیست. باز تو مهندسی احتمالا مهندسی بعد. نه اصلا این جزء تمرینه دیگه، یعنی نمیتونی بگی من این میخوام از مهندسی برق این قسمتش رو یاد بگیرم با بقیهش کار ندارم. من نخوندم، شاید همه کامنت ها نخوندم این وسط یه سری چیزا جا مونده، ولی باز نمیدونم. اگر توضیحاتم چیزه، یکی دیگه توضیح بده. من کی بود سوال پرسید؟ من چون پانلیست بود نفهمیدم. دوباره میاد آقایی که اول میکروفون داشت. صدا میاد. اسم تو بگو من بفهمم. آره. افسحی. آره. بله. نمیدونم من منظورم گفتم یا نه. بله بله. ولی خب من آره جلوتر میریم این تیکش کمتر میشه. خب من میفهمم چی داری میگی. ولی هرچی میریم جلو مسئله ها در واقع کاهش پیدا میکنن به مسئله هایی که شبیه اینه که مثلا حالا گین این مدار حساب کنیم، مقاومت ورودی این مدار حساب کنیم. اون وقت شاید اون الگوریتم هایی که تو ذهنتونه نزدیک‌تر. ولی حالا من دوامور که دو شاید مثلا مسئله یک و دو باز شبیه همین که شما میگی که صورت مسئله رو نمیفهمم، من میفهمم. ولی مسئله سه دیگه گفتم رابطه وی او وین را رسم کنید. این که دیگه هیچ نقطه تاریکی نداره توش. حالا گفتید بهتر میشه دیگه حالا در ادامه، ولی در هر صورت بهتر میشهش همینجوری با در طول زمان بهتر نمیشه. اگر بخواید اینجوری یاد بگیرید بهتر میشه. آره اگه نخواید اینجوری یاد بگیرید
باید بری همه مسائل هندسه رو، ممکن بود شما هندسه‌تون رو تو دبیرستان 20 هم شدید ولی همه راه حلا رو حفظ کردید. خب بله میشد اینجوری، من با اونش هم مشکلی ندارم. مثل این آقایی که میاد توی در واقع تلویزیون چیز درس میده، میگه من فیزیک اینجوری درس میدم، شما 95% میزنید. ممکنه با اون روشایی که آقا میاد، استاد کیه تو تلویزیون، واقعا 95% فیزیک کنکور بزنی ولی هیچی فیزیک یاد نگرفتی. یعنی نه استاد نه خیلی نه حالا اینم کیه مهم هم نیست اصلا کیه. در حال اصلا ما یه فیدبکی گفتیم بدیم به شما دار. نه ممنونم، خیلی خوبه که فیدبک میدی، ولی دارم بگم که اصلا قرارم نیست اونجوری که تو ذهنت یاد بگیری درس. ممکنه اونجوری که میگی درس رو یاد بگیری 20 هم بشی، ولی به هر حال هی مشکل پیش میاد دیگه. ممکنه شما 95% مثلا تو کنکور فیزیک زدی، اومدی فیزیک 1 و 2 دیدی هیچ فیزیک بلد نیستی. خب شما نوعی رو دارم میگم. ولی این که رتبه درصد فیزیک کنکورت چقدره، خب هیچ چیزی نشون نمیده که فیزیک بلدی. ممکنه یکی که مثلا 40% زده خیلی فیزیک بیشتر بلد باشه. به همین یه بخشی که حالا جز مهارت‌های یادگیریه که در واقع اون زبان اون درس رو متوجه بشید. سعی نکنید مسئله هندسه رو جبری حل کنید. هندسه یاد بگیرید. اینجا هم دارم میگم الکترونیک، اون چیزایی که باید یاد بگیری در حد یه تقسیم مقاومتیه، دقیقاً در حد تقسیم مقاومتی. حد اکثر هم اگه بخوای کیویه کیسی برسی داری تو یک لوپ یک کیویه نیست دیگه، از این بیشتر نیست، یعنی گرفتاری زیادی نداریم. اما این که یاد میگیری یا نه، در حد این که همون دوتا اصل ساده رو میتونی ربط بدی به یک مسئله بزرگتر یا نه، اون خود اون کانکشنه جز اسمش میشه الکترونیک. یعنی هیچ مسئله الکترونیکی نیست که با کیویه کیسی حل نشه، دارم اینو میگم. برای همین تا الکترونیک 8 دارم میگم، یعنی اگه 8 درس الکترونیک بچینم دنبالم هیچ چیزی نداره. برای همین که هیچ چیزی نداره ممکنه فکر کنید که خب همونه، آره، ولی نیست، واقعا نیست. یعنی این مشکلی که میگی اصلا باید باشه که به این نقطه برسی. در حال الان شما پیشنهادتون مثلا اینکه حل کنیم اینه که الان همین چیکار کنیم، چجوری الان سعی نکنید اون جوری که نباید حل کنید. حتی اگه یه راهی به نظر دورتر و سختره، همون راه دورتر و سختتر ولی درستر انتخاب کن. ممکنه بگی این تست کنکوری که دارم میزنم، مثلا یکی میاد این آقا قبلا که حالا که آینه هم ندارید، میومد این آینه و چیز رو تقسیم بندی میکرد، بعد یه قانون گذاشته بود جمع مکان جسم و آینه مثلا باید 6 بشه. من یه دفعه فقط تو تلویزیون دیدم اینو درس. مثلا مسئله فنر، شما من حالا همون موقع که همسن شما بودم میرفتم مثلا فیزیک درس میدادم، اگه یکی میگفت قانون فنرهای موازی یا سری میزدم حالا به طعنه. ولی مثلا قانون فنرهای موازی یا سری نداریم، قانون دوم سوم نیوتن داریم. اگر میتونی بهش ربط بدی و مسئله رو حل کنی، با اینکه مسئله ممکنه یه رو بیشتر طول بکشه، درستش اینه که با دونستن قانون دوم و سوم نیوتن مسئله حل میکنی. هیچ چیزی به اسم قانون فنرهای موازی و سری در فیزیک نداری، فقط تو کلاس کنکور داری. منظورم بودم؟ نمیدونم. بله متوجه. مرسی. خب من میگم اگه بود لپتاپ میتونستم بیارم بهتر بود، ولی حالا بذارید اینجا هم دیگه بتونم. بفهم این در واقع این شکلی که الان توضیح دادین خیلی هم در واقع این چی میگن با قانون اولیه به جواب ها رسیدن خیلی هم به نظر من شخصا جذابه، اما این تایمی که برای چیز در واقع مخصوصا توی کویزا در نظر میگیریم حس نمی کنم با این چیز داره در واقع تطبیق داشته باشه. این واسه من سواله. خب نه دیگه، شما میدونی، شما قوانین آب امپو میدونی، خب مثلا میدونی اینجوری، مثلا این هرچی ولتاژ اختلاف ایناست در یک مثلا فلان ضرب میشه، این اصلا بدیهی نیست از این برسن به این که مثلا
اگر مثلا این طرف آب هم زمین شده پس اون طرفش زمینه. خب ولی اینو چون 10 بار هومورک انجام دادی به این نتیجه میرسی. خب شما میتونی اون فرمول های تستی کنکور رو خودت شخصا بهش برسی و استفاده کنی، میتونی اون استاد فلانی اینا رو استخراج کنه بد بده. خب من میگم به همون فرمول ها باید برسی اتفاقا، ولی خودت برسی. الان فهمیدی؟ ببین مثلا اگر اینجا بهت بگم مثلا از اینجا مثلا اینجا یه مقاومت وضع کردم، نسبت ولتاژ به جریان اینجا چیه؟ چون اینو قبلا این بار انجام دادی و میدونی که ولتاژ اینجا زمینه، نسبت ولتاژ به جریان هر ولتاژی بذاری اینجا، اینجا میشه V تقسیم به مقاومت اینجا. پس مقاومت که از اینجا میبینی همین آره مثلا آره S مثلا هر چیز میشه آره 1. خب قبول دارم، ولی تا اون تمرینا رو انجام ندی احتمالا خودت به این نتیجه نمیرسی که مثلا اینجا ولتاژش با این یکیه. قبول دارم، اینو میتونستی بشینی نیم ساعت فکر کنی به این برسی، ولی قرارم نیست که نیم ساعت فکر کنی. یعنی ولی خب الان به این شکل در نهایت ما انگار داریم برمیگردیم به کنکور، که یعنی همون داستان سرعتی هست. نه اینجا فرض کن کنکوریه که همه اون فرمول کنکوریا رو خودت بعد استخراج کنی. این فرمول کنکوریا که چیز نشده، یعنی از یک جایی که نیومده. خب مثلا اون که 20 سال پیش رتبه یک کنکور شده نشسته اینا رو برای خودش کش کرده بعد داده به یک کلاس کنکوری بعد این وزن شده، یعنی هک شده. ولی چیز یعنی انقدرم چیز عجیبی نیست که به این برسی که مثلا یک بار اگه آب هم حل کنی بفهمی که اختلاف این دوتا پایه باید صفر باشه. نه حالا چیز نکنید، ولی من دارم منظورم رو با یک چیز دیگه میگم، با یک چیزی که احتمالا تو ذهنتون هست، حالا کلمه کنکور رو اینا رو قاطی نکنید. مثلا منظورم دارم با جبر و هندسه میگم که فقط بتونم منظورم رو بگم. نداریم مسئله جبر حل میکنیم نه مسئله هندسه، کنکور هم نمیدیم، ولی حالا نمیدونم منظورم گفتم یا نه. ولی خب برم شروع کنم، یه سوالی دیگه نیست بریم شروع نیست؟ خب سال اول که حل کردنم نداره، میگم یه جلسه میذارم اسپایس رو میارم، در واقع التی اسپایس رو میارم، چیزایی که مهمتره رو توضیح میدم. حالا میخواستم هومورک در واقع دوتون باشه، هومورک دو رو حالا به دلیلی که یه دلی میخوان هومورک کوتاه‌تر باشه توش اسپایس نذاشتم، اسپایسش رو میذارم برای هومورک در واقع بعدی سه. ولی گفته که در واقع برید آپمپ رو بردارید، این هیچ کاری نمی‌کردیم، همون هوم ورک رو برمی‌داریم یه مدل آپمپ می‌ذاریم. مدل آپمپتون فکر کنم سه مدل توی ال تی اسپایس برای آپمپ هست، 1 2 3 4 هر کدومش یه جوریه، ولی تو همش میتونید در واقع گین و مقاعد ورودی مقاعد خروجی رو در واقع تنظیم کنید. تو مدل دو میتونید ولتاژ سوینگ بالا پایین هم بهش اضافه کنید، تو مدل سه فکر کنم پهنای باند آپمپ و اینا رو میتونید بهش اضافه کنید، ولی مهم نیست. اگه هر کدوم از اون مدل‌ها رو برمی‌داشتید حداقل توش گین و مقعد ورودی و مقعد خروجی رو می‌تونید تنظیم کنید. یعنی اگه روی این جعبه آپمپتون کلیک کنید یه باکس دیگه باز میشه که توش می‌تونید در واقع مقعد ورودی مقعد خروجی بهره ولتاژ مدار باز رو تنظیم کنید. فرض کنید چنین چیزی نداشت، توی سیگنال کوچیک دقت کنید، این فقط مدل سیگنال کوچیکه، مدل کامل آپمپ نیست. تو سیگنال کوچیک اجازه داشتید که این جعبه آپمپتون رو حالا پای مثبت و منفی رو با یک مقاومت مثلا چی حالا بگم پای مثبت منفی با یک مقعد ورودی اسمش هم می‌ذارم وی آی دی مثلا و یک بهره ولتاژ وابسته به این مثلا ای وی او برابر وی آی دی و آر او مدل کنم. اینم که مشکلی نیست، شما این منبع وابسته رو فکر کنم حالا تو اسپایس اگر تکست بخواید بنویسید ای هر اسپایس دیگه هم استفاده کنید، میتونید ولتیج کنترل ولتیج سورس اضافه کنید. فکر کنم همه منابع وابسته اسپایس به در واقع یک منبع ولتاژ وابستن یا به تعریف ولتاژ. شما اگر فکر کنم
اینو باز به اسپایستون رب داره، حداقل اسپایسای قدیمی تر اینجوری هست. شما اگه میخواستید یک منبعی بذارید که به جریان یک جای وابسته باشه، مثلا منبع ولتاژ وابسته به جریان، مثلا جی ام برابر آی یک جایی، این برای که آی این شاخه رو بخونید لازم داشتید یک منبع ولتاژ صفر اینجا بگذارید. این منبع ولتاژ صفرتون هیچ کاری نمیکرد، فقط بهتون اجازه میداد که جریان این منبع ولتاژ رو بخونید و یک منبع وابسته به جریان این منبع ولتاژ داشته باشید. من فکر کنم اگر میخواستید در واقع، حالا فعلا فرض کنید منبع جریان وابسته به این جریان این شاخه میخواستم بذارم، مثلا AI برابر آی این میخواستم بذارم، برای که آی اینو بتونم بخونم و باهش یک منبع وابسته تعریف کنم، آی اینو میتونستید بخونید، میتونستید بذارید جریان این مقاومت، ولی دیگه منبع وابسته نمیتونستید بهش تعریف کنید. اگه بتونستید منبع جریان رو وابسته به این بذارید، یک منبع ولتاژ صفر میذاشتم اینجا، هیچ تغییری تو این شاخه ایجاد نمیکرد، ولی آیا اون منبع ولتاژ رو میتونستم به عنوان پارامتر وابسته تو این منبع جریان تعریف کنم؟ اینم برای منبع جریان. ولی ولتاژ کنترل ولتاژ سورس تعریفش هیچ مشکلی هم نداشت، چون خود این وی این دو سر رو میتونستید به عنوان یه پارامتر فکر کنم تعریف کنید، مشکلی نداشت. باز اگه اینجا هم نمیشد، حالا میتونستید دوره از همین تکنیک استفاده کنم. برای اینکه در واقع سوینگ خروجی رو محدود کنم، حالا که در واقع زنر دیود دیدید، میتونستید دو تا زنر دیود مثلا بک تو بک بذارید، مثلا یکی 10 ولت، یکی دو تا 10 ولت اینجوری بذارم، یکی اینوری یکی اینوری اینوری، برعکس برعکس می‌خواستم. خب حالا این دو تا زنر دیود ها، یکی مثلا هر دو تا 10 ولت هم، یکی تو 10 ولت میشکنه، این یکی توی منهای 10 ولت میشکنه. به این ترتیب سوینگ خروجی رو میتونید محدود کنید. من یه ولتاژ لیمیتر هم براتون کشیده بودم، از اون هم میتونید استفاده کنید، یعنی ترکیب دو تا دیود معمولی با منبع ولتاژ. باز اینا برعکس هم، حالا ساده ترش اینه، حالا معمولش اینه، کم کم میگم این زبان الکترونیکو که متوجه بشید، خیلی نگران این که این از کجا اومده نیستید. احتمالاً هر جا که دیدید دو تا دیود زنر اینجوری به هم وصل شدن بک تو بک، کاری که این دیود زنرای بک تو بک براتون انجام میدن اینه که اجازه نمیده که این ولتاژ از این ور از 10 ولت بیشتر بشه، از این ورم از منهای 10 ولت، 10 ولت معکوس. هر دفعه یکیشون میشکنه، وقتیشون که میشکنه این تبدیل میشه به یک در واقع منبع ثابت. توی فاصله 10 و منهای 10 هر دو این دیود زنرها خاموشن، وقتی هر دو خاموشن این مدار بازه، میتونم مشخصه آی وی اینا اگه بکشم، یا وی او وی این، حالا یک مقاومت اینجا بذارم وی او وی این، اگه بخوام بکشم با فرض یک مقاومت اینجوری وی آی وی او وی او بر حسب وی این، اینجوریه که وی او وی این رو دنبال میکنه تا وقتی که به این 10 یا منفی 10 برسه که لیمیت میشه. این ترتیب شما این دیود زنراتون هر دو خاموشن، هیچ کاری براتون نمیکنن تو این ناحیه. تو دو ناحیه لیمیت مثبت و لیمیت منفی هم همون چیزی که از لیمیت مثبت و منفی آپ امپ می‌خواستیم رو براتون می‌سازن. اگر یه جایی لازم شد که آپ امپی بسازید که در واقع سیگنال کوچیکو مدل کنه و در واقع لیمیت مثبت منفی هم مدل کنه، کافیه به این جعبتون، به این جعبه سیگنال کوچیک اینجوری کشیدید، دو تا در واقع دیود زنر بک تو بک اضافه کنید. اینجا خالی نیست، دارم هومورک در واقع دو تمرین یک رو حل میکنم. تمرین دو چی بود؟ تمرین دو تمرین طراحی بود. حالا من عمدن تمرین طراحی رو با تمرین طراحی سال قبل یکی دادم. خب تو تمرین طراحی سال قبل همه یا با دو یا با سه تا تر کرده بودن، خیلی هم معقول بود، یعنی اگر این مسئله رو نمیدیدید باید یا با دو تا آپم یا با سه تا آپم تر میکردید. من حالا تو جواب تمرین قبل، چون صورت مسئله حالا دکتر شریف بود پارسال و نوشته بود که کمترین ارجه هست، من یه جوابی داده بودم که با یکی هم میشد. خب البته یکم وصل پینه داشت و برام عجیب بود که حالا از کلاس 45 نفری سال قبل حتی یک نفرم با یک آپم تر نکرد، ولی همینجوری اسکن کردم اون ورکار قبل جلسه، یه تعداد زیادی در واقع کپی اونو برداشته بودم. حالا این که قرار مسئله طراحی رو زمانی برای فکر کردن بذارید، مثلا فرض کنید شما یک مثلا مسئله سودوکو دارید توی مثلا روزنامه، این که برید جواب آخر رو نگاه کنید هیچ نه جذابیتی داره نه حل مسئله است. خب
حداقل انتظارم این بود که همون جواب با دو تا آپم رو من ببینم یا با سه تا رو ببینم، و اینکه جواب یه زیادی اون جوابی بود که من پارسال حل کردم معنی خوبی نداره. معنیش اینه که همین، یعنی فرض کنید شما میخواین سودوکو حل کنید، هدفتون این که فقط سودوکو رو حل کنید، هدفتون این نیست که فکر کنید برای حل کردن. یکم برام عجیب بود. حالا از اون عجیب بودنش که بگذریم، ولی بذارید من همون حل پارسالم رو توضیح بدم که چرا میتونید و چرا بگم حل معقولش چیه. حل معقولش اینه که شما به صورت در واقع ماجولار مسئله رو حل کنید، کم کم حال تمرین کنید. یعنی میگم که شما دو تا پیچ دارید که یه پیچ میخواد در واقع گین رو تنظیم کنه، یه پیچ هم میخواد در واقع دی سی اضافه کنه به مسئله. بیام همین کار رو با پم اینجوری انجام بدم، من یه طبقه اول دارم بهش میگم طبقه یک، طبقه یک که برام تنظیم گین انجام میده، تنظیم بهره. یه طبقه دو دارم که برام تنظیم دی سی رو انجام میده. این کارا رو چجوری میتونیم انجام بدیم؟ گین رو ساده میتونید تنظیم کنید. چطور؟ شما میتونستید مثلا یک تقویت کننده در واقع نان اینورتینگ مثلا ببندی و این دوتا مقاومتی که توی این اینجا و اینجا هست و یکیش رو تغییر بدید، تغییر یکی از اینا براتون در واقع گین رو عوض میکرد. این در واقع ساده ترین شقی بود که میتونستید این کار انجام بدید. حالا یکی از اینا رو مثلا میتونم پتانسیومتر بذارم و به نحوی که تو اون بازه که من دلم میخواد یه اینو عوض کنم. خب اینو بدم به طبقه دوم. طبقه دوم حالا برای که اینجا اوتوولتاژی هم بتونه بیفته، مقاومت هم اینجا میذارم. طبقه دوم میتونه یه بافر باشه که هیچ کاری بجز در واقع وضع کردن ولتاژ اینجا به اینجا انجام نمیده. اگه تو این طبقه بافر باز من ولتاژ پایه این سمتو بتونم تنظیم کنم، داره یه دی سی به ولتاژ اینجا اضافه میکنه، این دی سی میاد تو خروجی ظاهر میشه. گین هم که هیچی نداره، این طبقه بافر هیچ گینی نداره. اینم به ولتاژ دی سی اینجا رو به سادگی میتونم دوباره همین پتانسیومتری که دارم رو تنظیم کنم بین منفی 10 تا 10. این انتظار از جواب بود، یعنی این جواب معقول و جواب احتمالاً اگه میخواستم نمره بدم این جواب نمره کامل میگیره. خیلی معقوله. تا اینجا واضحه. فقط بعد عددهای مقاومت اینجا و اینجا رو تنظیم کنید، ولتاژ اینجا هم طوری تنظیم کنید که تو اون رنج بشه. مثلا این پتانسیومتر اینجا اگر بره این ته و بیاد این ور کامل میره به 10 میرسه و منهای 10. شما باید به 10 و منهای 10 نمیرسید، به 2 و منهای 2 میرسید. یا باید بگید که مثلا این پیچ پتانسیومترتون رو اجازه میدید که فقط از اینجا تا اینجا تغییر کنه، این دست شماست. یعنی مکانیکی این کار کردید که پتانسیومترتون فقط تو این بازه تغییر کنه. این یک جوابه. یه جواب این که یه پتانسیومتر با هر عددی که میذارید و پیچتون از سر و ته میره، دو تا مقاومت این سر و تهش اضافه می‌کردی به نحوی که تقسیم ولتاژ حالا بین مثبت 10 و منفی 10 که تغذیاتونه، ولتاژ اینجا رو بین مثبت 2 و منفی 2 تغییر بده. اینم از اندازه پتانسیومتر اینجا و دو تا مقاومت که این بالا پایین گذاشتید به دست میاد. قبول؟ هر کدوم از اینا میگفتی جواب بود باز. یعنی لزوما اینجوری نبود که این جواب مکانیکی بود، یکی جواب در واقع الکتریکی بود اگه بخوام بگم. به این نحوه اینکه این پیچتون رو چجوری ساختید و چقدر تنظیم میکنید. پتانسیومتر هم یه همچین چیزیه، یک المان سسره که فرض کنید یه مقاومت این شکلی داره، حالا فرض کنید یه میله است که مقاومتش مقاومت این سر با این سرش اون عددیه که روش نوشته. یعنی یه پتانسیومتر 1 کیلو اوم مثلا مقاومت سر A با بیش 1 کیلو اوم. یک سر وسط داره که این سر وسط فرض کنید مثل یک در واقع چی بگم، یه پینیه که میتونه حرکت کنه. این پینه میتونه حرکت کنه، حالا بسته که پتانسیومتر چجوری ساختن، این دقیقاً تا ته این هم نمیاد ولی تا نزدیکای این برمیاد و تا نزدیکای این برمیاد. دلیلش اینه این پتانسیومتر اگه به یک ولتاژ ثابت ببندی، چون تلف توان ویدو آرومه، اگه تا این ته بیاری اون وقت خیلی داره توان زیادی تلف میکنه و احتمالاً میسوزونه، بلکه اجازه ندن بسوزه. حالا یک مقاومت کوچیکی یا با این پایه سری میشه یا اجازه نمیدن که این پیچه تا ته و این سر بیه. حالا اگر فعلا می اجازه داشت تا این سر و این سر بره، جمع این دو مقاومت که حالا بهش میگم آر پی 1 و آر پی 2، جمع آر پی 1 و آر پی 2 در واقع همین یکه.
اگر این سر وسط باشه آر پی یک نیمچه، مثلا این تو این وضعیت نیمچه، تو این وضعیت هم نیمچه دقیقا وسط باشه، این اگه بیاد اینجا مثلا اینجا یک دهم کیه، اون مثلا نه دهم کیه، بس ببینید که این سر کجاست، وسط این سمته یا این سمته، این جمع ثابت میمونه، این نسبت عوض میشه. این هم توی در واقع اسپایس یه همچین چیزی بکشید، شما میتونید دو تا مقاومت بکشید که یکی در واقع نسبتش کی برابر آره، اون یکی دیگه نسبتش یک منهای کی برابر آره، و کی به عنوان یه پارامتر تعریف کنید، پارامتری که میتونه بینه هر چقدر دلتون بخواد به عنوان یه پارامتر از ورودی تعریفش کنید. این که اینجوری چه جوری میتونید پارامتر تعریف کنید توی اسپایس، اینا این میمونه اسپایس، ربطی به در واقع نوبورک نداره، ولی اینو یاد بگیرید. میام یه جلسه دیگه میارم حالا اسپایس رو با دیتیل بیشتر میگم، ولی این پتانسیومتر اینجوری میتونید تو اسپایس بسازید، در واقع جمعش همیشه آر میمونه، جمع این دوتا مقاومت، این سر وسطه، این سر ای، این سر بی، و بسته به کی چی باشه، کی یک دهم باشه، نیم باشه، این مقاومت تنظیم میشه، نقطه هم باشه، بالا پایین میره سر این پیشتون میشه. خیلی این جوابه. من الان اگر کسی اینو در واقع راجع به این صحبتی داره، اینم میخواست گیم بین یک تا پنج تنظیم بشه، قاعدتا باید شما میتونستید مقاومت اینجاتون رو بین یک تا پنج برابر بیشتر از مقاومت بالایی بگیرید، یعنی یک به اضافه آر دو بار یک میشه، بعد چهار برابر بزرگتر میتونستید اینو اختیار کنید، این مقاومت اینجاتون رو مثلا یک کی میذاشتید، پتانسیومتر اینجا رو طوری میتونستید این سر رو به این سر وصل کنید که یه مقاومت هم باید سری کنید، که این تیکه مقاومت متغیرتون از یک کی تا چهار کی متغیر باشه. اینم انتظاری بود که از این بهره یک تا پنج این بهتون میده، بعد این بهره رو با یک دی سی با این تفصیلی که اینجا گفتم جمع کن. خب الان این جواب واضحه؟ این جواب باید خیلی واضح باشه قاعدتا، یعنی من یک طبقه گین اینجا میگیرم، یه طبقه هم تنظیم دی سی. خب اگر این جواب واضحه، برم اون جوابی که احتمالا واضح نیست رو بگم. همین کار رو میتونستم با یک آپ امپ بکنم. من حالا صورت مسئله قبلی در واقع اینجوری بود، سال قبل این بود که این آر سورس هم میتونست تغییر کنه، بازه تغییراتش هم خیلی بزرگتر و حالا یکم سخت‌تر بود. من حالا توی این مسئله اینو نذاشته بودم، هرچند شما اگر تغییر کننده نان اینورتینگ استفاده کنید دیگه آر سورستون تأثیری نداره. این به این معنی بود که حتما باید یک جوری این وارد در واقع پای مثبت آپمپ میشد، یا یک جوری باید اگه تغییر کننده در واقع اینورتینگ میساختید که اینجوری بود، اینورتینگ اینجوریه، اون وقت تغییر آر استون گین مدار رو عوض میکرد و احتمالاً آپشن خوبی نبود. اینو همونجوری که تو درسم گفتم، اینکه هر کم از اینا به چه دردی میخورن، حداقل این انتخاب اولیه میتونست با اینکه آر اس متغیره شما رو به اینکه از اون ابزارهایی که در دست دارید، اون لگوهایی که دارید، کدوم رو انتخاب کنید کدوم رو انتخاب نکنید، بعد شما رو به این نقطه میرسه. خب حالا فعلا این مسئله چنین نگرانی نداشت، ولی من دارم میگم که سعی میکنم یک هم جین هم در واقع دی سی رو با هم همزمان بسازم. من اول مدار رو میکشم، بعد توضیح میدم که چرا این مدار میتونه کار کنه. اینجوریه، من با یه آپم میخوام این کار بکنم، من در واقع اون گین در واقع نان اینورتینگم رو اینجوری میگیرم و قرار ورودی رو اینجا وضع کنم. اگه من ورودی رو اینجا وضع کنم، این یه گینی بهم میده که نسبت در واقع آر دو به آر یک. حالا گینی که من خواستم یه چیزیه بین در واقع یک تا پنج. من اگر گین این آر دو آر ده اینجا باشه که گین بزرگتری بده، من اینجا یک مدار تضعیف کننده هم داشته باشم، تضعیف کننده و در واقع اون پیچ تنظیم هم داره تضعیف و تنظیم میکنه، میتونه در این گین مثلا بزرگتر که ضرب میشه همون گین یک تا پنج رو بهم بده. قبول؟ تضعیف کننده هم بدون آپمپ من میتونستم تضعیف کننده رو بسازم. به این ترتیب من اینجا یه تضعیف کننده سر راهی میذارم که ضرب در این گین اینجا که میشه اون گینی که دلم میخواد رو بهم بده. تضعیف کننده هم اینجوری میسازم. من دارم در واقع استدلال این که چجوری به این طراحی رسیدم میگم. تضعیف کننده رو حالا فرض کنید یه وی اس دارم، یه آر اس اینجا داره، تضعیف کننده رو با یه پتانسیومتر می‌سازم. این پتانسیومتر سر وسطش رو
اگه ببرم بالا مدار کمتر تضعیف میشه، اگه بیارم پایین بیشتر تضعیف میشه. این پیچی که داره گین رو تنظیم میکنه در واقع داره تضعیفم رو تنظیم میکنه روی اون درجه مدرجی که اونجا دارم. حالا بعد میبینم روی کجا، مثلا اینجا نهایت گین کل مدار 1 میشه، روی چه وضعیتی گین کل مدار 5 میشه. این درجه اینجا رو من مدرج میکنم، اگرم لازم باشه مثلا اون پیچ پتانسیومتر رو تنظیم میکنم که دیگه از اینجا اونورتر و از اینجا اونورتر نره. این میتونم مکانیکی تنظیم کنم، دوباره میتونم میگم میتونم الکتریکی تنظیم کنم، یعنی یه مقاومتی این سر و ته بذارم که این پیچتون رو تا ته اگر بپیچونین از هر طرف گین 1 و 5 بهتون بده. اون به هر حال اون دیگه اینکه شما چیکار میکنید. اینجا n درجه آزادی داریم میتونید. خب تا اینجا من گینمو تنظیم کردم، یعنی من یه پیچ گذاشتم که برام گین داره تنظیم کنه. اگه بخوام دی سی رو عوض کنم مجبورم دی سی این ولتاژ این نقطه رو عوض کنم. دی سی ولتاژ اینجا رو که نمیتونم دست بزنم، این داره در واقع ولتاژ ورودی داره این پایه رو تعیین میکنه. اگه بتونم ولتاژ دی سی اینجا رو عوض کنم این کار برام انجام میشه. ولتاژ دی سی اینجا رو هم نسبتا ساده میتونم عوض کنم، چون دوباره از اینجا جریان نمیگذره. من یه مقاومت بذارم اینجا، دوباره یه پتانسیومتر دیگه اینجا بذارم که مثلا یک سر پتانسیل دادم 10 ولت، یه سر پتانسیل دادم منهای 10 ولت. حالا میتونم ولتاژ دی سی این نقطه رو عوض کنم، بسته به اینکه حالا این سر پتانسیومترم این وره یا این وره ولتاژش عوض بشه. حالا برای اینکه اسم بذارم، اسم اینم بذارم R3، من میخوام تحلیل کنم ببینم آیا تو بازه‌ای که مسئله خواسته میتونم این پتانسیومتر مناسب برای این اینجا بذارم. بهش میگم مثلا آره پتانسیومتر 2، اینم یک آره پتانسیومتر 1. ببینید این کارو میتونم انجام بدم. کل مقاومت در واقع مدار تونن که از اینجا میبینیم اون کاریه که تضعیفو برام انجام میده. اگه بخوام مدار ساده تر بکشم یک بار دیگه مدار ساده تر میکشم، این چیزی که اینجا وصل میشه بهش میگم وی پریم این، مثلا وی پریم این، این وی اینه بذارید وی ان بذارید این وی اینه، یه وی پریم این میبینم، وی پریم این تضعیف شده وی اینه، هیچ کاری دیگه نمیکنه. یعنی با یک نسبتی وی پریم این، وی پریم این مثلا یک انوم وی پریم. این از کجا میاد؟ این از نسبت این تقسیم مقاومتی اینجا میاد. خب حالا شما میتونید بگید که اگه آر اس متغیر بود چیه؟ مثل مسئله سال قبل، اگه آر اس متغیر بود من آر پتانسیومترمو به مراتب از این آر اس بزرگتر میگرفتم و این پیچ که میرفت بالا پایین و یک محدوده کوچک از این میگرفتم که هنوز حتی این کوچکترین مقاومتی که اینجا داره با آر اس جمع میشه به مراتب از آر اس بزرگتر باشه که مشکلی پیش نیاد. یعنی این ان فقط و فقط با پیچ تنظیم پتانسیومتر تنظیم بشه، با تغییر آر اس خیلی عوض نشه. فعلا فرض کنید من به یک چیزی رسیدم، به یک انی رسیدم که تابع آر اس نیست. میخوام مثلا ساده کنم، نقاشی مدارات ساده کنم، هر جا سوال هست دوباره بگید. این چیزی هم که از اینجا دیده میشه دوباره یه ولتاژ دی سیه که میتونه تغییر کنه و یک مقاومت آر اس. باز فرض کنید مقاومت آر اس، فرض کنید من برای که همه چیز ساده تر بشه این آر پی دومو یک جوری به مراتب کوچیکتر از آر سه میگیرم و کلن این چیزی که از اینجا میبینم همین مقاومت آر دوه، مقاومت آر یکه که رفته زمین و از اینجا یک مقاومت آر سه هست که به یک ولتاژ دی سی وصل میشه. این ولتاژ دی سی حالا عددی هست که بین یک چیزی میتونه تنظیم بشه، بسته به اینکه من این پتانسیومتر اینجا هست و اجازه بدم تا کجا بره بالا پایین. اگه بذارم تا ته بره، تا ته این ور اونور بره، تا بین 10 و منهای 10 در واقع قابل تنظیم. ولی این دست منه، این قسمت مکانیکی هم جزء آپشن های طراحی شماست که در واقع اون پیچی که رو جعبتون میذارید و بگید که مثلا این تا این اینجا و اینجا میتونه پیچه بیاد یا که پیچه توی محدوده کوچکتری بپیچه. این دست شماست. حالا فرض کنید بین 10 و منهای 10، حالا من ولتاژ خروجی رو به حسب وی پریم این مینویسم و در واقع بهتون نشون میدم که چجوری میشه در واقع با این دوتا پیچ هم ولتاژ دی سی رو تنظیم کرد هم بهره در واقع ای سی رو. خیلی خب، باز اگر اینجا وی پریم این باشه ولتاژ این گره اینجا هم، ولتاژ این گره اینجا هم وی پریم اینه، به دلیل اینکه اگر آپمپو ایدئال بگیرم اختلافی بین این دو پایه نمیتونه باشه. اگر این اختلاف باشه این اختلاف در بی‌نهایت ضرب میشه، ضرب در بی‌نهایت میشه و ولتاژ اینجا باید بشه بی‌نهایت. چون ولتاژ اینجا بی‌نهایت نیست پس اختلاف این دو تا پایه هم فقط و فقط میتونه صفر باشه. الله از ریاضی. خب
پس ولتاژ اینجا وی پریم اینه، من برای این گره اینجا یک KCL می‌نویسم، یک KCL می‌نویسم و مدار حل میشه. KCL هم میشه وی پریم این تقسیم به R1 به اضافه وی پریم اینه منهای وی دی سی تقسیم به R3 به اضافه وی او منهای وی پریم این، ببخشید وی پریم اینه منهای وی او، همه جریانه که میرم بیرون رو نوشتم، تقسیم به R2 مساوی با 3. اگه اینجوری بنویسید وی او تون به سادگی میشه وی پریم این در 1 به اضافه R2 به R1 به اضافه R2 به R3. این گینتونه منهای وی دی سی در R2 به R3. خیلی اینو همیشه میتونید چک کنید چون پارامتری نوشتم. اگر این R3 نبود، اگر R3 نبود گینتون قبلا نوشته بودید 1 به اضافه R2 به R1، این تو ذهنتون بوده احتمالا. اگر R3 نذاریم اینجا، یعنی باز بذاریم، برمیگرده به این. این همیشه کمک میکنه که بدیم. خب من قراره این پتانسیومتر اینجا یه مقاومت خیلی کوچیکتر با R3 اینجا سری شده، میخوام که این هیچ تأثیری رو گینم نذاره. طراحی خوب اینه که شما این پیچی که داره دی سی رو عوض میکنه، این پیچی که داره دی سی رو عوض میکنه قرار نیست گین عوض کنه. یه پیچ فقط قرار گین عوض کنه، یه پیچ قرار فقط دی سی رو عوض کنه. پس برای این اتفاق نیفته من این کسر اینجا رو خیلی کوچیک میگیرم، یعنی R2 به R3 رو کوچیک میگیرم که اگر بعداً تاثیر این پتانسیومتر هم اندکی R3 رو عوض کنه، دقت کنید خود R3 که یه مقدار ثابت بود، اندکی RP2 میمد جمع تونن که از اینجا میبینم عوض میکرد. اگه بخوام این تأثیر نداشته باشه اینو خیلی کوچیک میگیرم. حالا من یک به اضافه R2 به R1 رو یک طوری میگیرم، یک گینی میگیرم که در این تضعیفی که اینجا حساب کردم ضرب بشه نسبت 1:5 رو بهم بده. مثلا حالا هر عددی این دیگه طراحیه، چیزی نداره، شما میتونید 100 بگیرید، 20 بگیرید. حالا بعد من اینو چه میدونم، این نسبت R2 به R1 رو 10 میگیرم برای که ساده بشه. مثلا اینو 1K بگیرم، تو سری استاندارد هم 1K دارید هم 10K، برای این ساده است. یعنی این گین اینو 11 گرفتم. حالا این نسبت در واقع RP1 که اینجا گذاشتم و باید یک جوری چیز کنم که نسبت 1/11 تا 5/11 رو برام کاور کنه. اگر اینجا 1/11 تا 5/11 تضیف کنه، این 1/11 در 5/11 ضرب در این نسبت 11 که میشه، اینجا گین 1:5 رو به میده. اونم به سادگی میتونم با تنظیم در واقع RP1 این کار انجام بدم. خب مثلا چجوری؟ مثلا اینجوری که اینجا تا اینجا اون کی 1/11 و 5/11 رو به میده، میگم اجازه دارید این پیچتون رو تو این محدوده تغییر بدید. به صورت مکانیکی مثلا یه پین میذارم اینجا، یه پین هم میذارم اینجا، این پیچتون فقط تو این بازه تغییر میکنه. کل RP2تون هم کافیه بنزه کافی بزرگتر از RS بذارید که هیچ تأثیری روی در واقع این نسبت چیز نداره، نسبت تقسیمتون نداره. یعنی RP2تون رو به مراتب بزرگتر از RS اختیار میکنید. هم مثلا مقاومت پتانسیومت 10K اینجا میذارم و این پیچ بالا پایین رو متناظر این در واقع بهره 1 تا 5 اختیار. این از این میخوام برم اینو تنظیم کنم. حالا فرض کنید یه پتانسیومت گذاشتم که این سر تا سر و ته میتونه بره، یعنی این فرض کنید 10، اینم منهای 10. میخوام این 10 و منهای 10 رو تبدیل کنم به 2 و منهای 2. این 10 و منهای 10 در یک نسبت R2 به R3 ضرب میشه. اگه بخوام اینجوری باشه بعد نسبت R2 به R3، R2 به R3 در واقع 1/5 باشه که این کارو انجام بده. به همین ترتیب مثلا R2 تون اگر شما چی گرفتید؟ R2 به R3 باید اگر R2 تون رو 10K گرفتید، R3 تون رو باید 50K بگیرید. فکر کنم تو سری استاندارد 50K هم نداریم، این میریم 49K، فکر کنم 49 داریم. از سری استاندارد میرید مقاومت نزدیکتری که بهش دارید و برمیدارید میذارید اونجا. 47 درش خب این واضح بود. این چون مسئله طراحیه اصلا قرار نیست که نزدیک به همون مسائلی باشه که فکر میکنید، یعنی اصلا هم قرار نیست. یعنی این که یه عده‌ای همین جوابی که من پارسال بهش رسیدم و کشیدن واقعا معنی خوبی نداره. یعنی هیچ دو نفری، حداقل مسئله طراحی هیچ دو نفری نباید به یک طرح برسن قاعدتا.
سوالی نیست. برم مسئله آخر. خب مسئله آخر یه سری مسئله در واقع اینو توی مدار یک دیدید، ولی تأکیدم اینه که اونجوری که تو مدار یک حل میکردید حل نمیکنید، اینجوری حل میکنید. خب یه مدار ساده است که ویو ویوین به هم وصلن، اولی فقط اینجا مقاومت دوکه. باز این مسئله عمدن من مسئله پارسال گذاشتم، فقط عدداشو عوض کنم ببینم که در این حد صورت مسئله رو میخونید که عدد عوض شدن یا نه. حالا من دقیق شک نکردم، ولی من مطمئنم یه عده همون جوابای پارسال رو نمیشنم. حالا اگه لازم باشه میتونیم اسماشون رو اعلام کنیم. شکر میکنم. خب مسئله پارسال فکرم اینجا 2 ولت بود، اینم جای 2.1 عوض بود، حالا یه چیزی دیگه شکلش هم. خب من گفتم حداقل از یک جایی که براتون بدیهیه که دیود تو چه وضعیتیه شروع کنید، یعنی به ازای وی این های خیلی بزرگ یا وی این های خیلی خیلی کوچیک. حالا یکی بگه کدوم براتون بدیهیه که ما از اون ور شروع کنیم، وی این های خیلی بزرگ یا وی این های. چون یک دیود بیشتر ندارم، دیودم جهتش اینوریه، حد میذارم اگه وین خیلی منفی باشه احتمالا دیود خاموشه. خب اینو این انتخاب خوبیه یا نه؟ یعنی میگم وی اینه مثلا منفی بی‌نهایت، دیود خاموشه، اینو قبول داری یا نه؟ اگه وین خیلی وین و وین که با هم همیشه با هم برابرن و این ولتاژ اینجا خیلی پایینه، ولتاژ اینجا خیلی پایینه، حتما دیود خاموشه. خب با این در واقع فرض اگه برم مسئله شروع کنم، من در واقع منحنی وی و وین این که خیلی بدیهیه دیگه، وی و وین برابر، هیچ منحنی نداره بکشی، هیچه وی آوت مساوی با وین همیشه. خب حالا فقط میمونه آیه این، من میخوام آیه اینو بر حسب وی این بکشم و گفتم به ازای یک جای این ورا دیود خاموشه، چون دیود خاموشه در واقع مدارمون تبدیل میشه به همچین مداری. اینو تو ذهنمون میکشیم، تو ذهنمون میکشیم، اینجا نمیکشیم. یک آیه این دارم، اینجا یک مقاومت 2K دارم و یک مقاومت یک منبع 3 ولت دارم. به این ترتیب آیه اینم شیب خط آیه این به حسب وی این چیه؟ شیبش 1:2K. خب یعنی یه خطی که شیبش 1:2، من عمدن دارم خطچین میکشم. خب اگر این منبع دی سی اینجا نبود خطم این بود، حالا که این منبع دی سی هست، اگه آیه این صفر باشه، اگه آیه این صفر باشه، این خط از کجا میگذره؟ اگه آیه این صفر باشه، خب عرض از مبدأ خط رو پیدا کنم. همه اینا رو دارم ذهنی انجام میدم، خب فقط دارم میگم که چجوری اون که میگید چجوری با حل تستی مسئله رو خودتون برکش کنید. اینجوریه، این خط شیبش 1/2. چرا؟ چون تو درس قبلی سیگنال کوچیک رو دیدید، مفهوم سیگنال کوچیک اینه که اگر بخوام سیگنال کوچیک این منبع ولتاژ رو پیدا کنم، صفر مقاومت صفره، مقاومت صفر با مقاومت 2K اگه جمع بشه کل مقاومت سیگنال کوچیکی که این ساختار بهم میده 2K. پس شیب خطم یک خطیه با شیب 1:2، چون منحنی جریان بر اساس ولتاژ شیب خطم مشخصه. حالا فقط میخوام ببینم خطه چقدر میره بالا یا پایین. یک جوری باید بره بالا پایین که وقتی آیه این صفره، یعنی محور ولتاژ رو در نقطه 3 قطع کنه. 3. خب پس یه خط باید بکشم موازی همون. که اینو در 3، حالا این خط یه جای ادامه نداره. حالا شاید این از اینجا ادامه نداره. من فعلا خط کشیدم. اگه این 3 باشه و شیب خطم هم در واقع 2 باشه، 3 رو تقسیم به 2 کنید، اینو در منفی 1.5 میلی آمپر در قطع میکنم. قبول؟ شیب خطم 1:2. خب این ادامه بدم کنید تا جایی که دیود روشن میشه. دیود کی روشن میشه؟ دیود در لحظه ای روشن میشه که ولتاژ این نقطه 6 دهم گفتم دیگه، 6 دهم از ولتاژ این نقطه بالاتر باشه. ولتاژ این نقطه هم که 3 ولت فیکسه، آستانه این که میخواد این به 3.6 برسه
در واقع این روشن میشه، این ادامه پیدا میکنه تا 3 و 6 تا. روی این خط هم اگر این مسئله امتحان باشه، روی این خطتون مینویسید آف. اگر یک دیوده فقط مشخصه شو مینویسید، اگر دو تا دیوده صفحه فریزه برای کلاس بگم. من هم دارم ضبط نمی کنم، نباید دیلی خاصی باشه دیگه. خب روی این دیوده در واقع مینویسید آ. اینجا که 3 و 6 دهمه میتونید پیدا کنید که با یه خط در واقع شیبه نیم، این تیکه که 6 دهمه اونجا تعبیر میشه به 3 دهم، یعنی 3 دهم میلی آمپر. اینا رو از شیبه خط داریم. اگر یکی از این عددها رو بنویسید و شیبه خط هم بنویسید کافیه، کفایت میکنه. یعنی اگه بخوام نمره کم کنم، میتونید ادعا کنید که همه مشخصات روی شک هست. خب پس نگران نباشید، فرض کنید که با هوشمندی برگتون سریع میشه، نگران نباشید. خب از اون بعد چی میشه؟ چون اینجا مرز روشن و خاموش بودن بود، از اون به بعد حتما دیگه دیود روشن میشه. خب حالا وقتی دیود روشن میشه چیه؟ باز اینو تو ذهنم، وقتی دیود روشن میشه اینجوریه که یه دو دارم، دو کی، یه یک کی دارم، یک شیشته همه روشن شده و یک دوباره سه ولتی. اینو تو ذهنم دارم، دوباره نمیکشم. وی او وی این که برابرن هیچی، دوباره به ازای وی این های از سه و شیشته هم بزرگتر مدارم اینه. حالا اگه بپرسم شیب خط چیه یا مقاومت دینامیکی که از اینجا میبینم چیه، چیه؟ یکی میتونه بگه؟ من خطمو دارم، خب میدونم خط از اینجا ادامه میکنه، من کافیه فقط شیب خط رو داشته باشم، لازم نیست معادله خط رو بنویسم. حالا معادله خطم مینویسم ببینید که یکی میشه. ولی وقتی شما اگه بخواید یک خط رو پیدا کنید، کافیه دو نقطه شو پیدا کنید یا یک نقطه و شیبشو. بله، مقاومت دینامیکیش دوباره میشه 2k موازی 1k. یعنی باید یه خطی بکشم که شیبش یک روی یه خطی که شیبش یک روی دو موازی یک، دو موازی یک فکر میشه چند؟ 6 دهم 0.66 که خب چی بشه؟ یکم آره یکم از یک بیشتره شیبش. و چون یه نقطه شو دارید، شیبش هم دارید، معادله خط رو در واقع نوشتید، لازم نیست معادله خط رو. اگه دوست دارید معادله خط رو بنویسید، بنویسید. خب من یک بار این معادله رو می‌نویسم، هیچ وقت این کارو نمی‌کنید. برای درس مداری یکتون این کارو می‌کنید، برای این درس این کارو نمی‌کنید. اگه می‌خواستم معادله خط رو بنویسم، آیه این میشه جریانی که از این شاخه می‌گذره به اضافه جریانی که از این شاخه می‌گذره. جریانی که از این شاخه می‌گذره میشه وی این منهای 3 تقسیم به 2k به اضافه جریانی که از اون شاخه می‌گذره. جریانی که از اون شاخه می‌گذره میشه وی این منهای 3 و 6 دهم. اینجا وینه، اینجا 3 و 6 دهم، دو سر 1 کی این افتاده. خب اگر اینو بنویسید دوباره میشه وی این تقسیم به همون 2 کی موازی 1 کی اینتر، اینا رو با هم موازی میکنم، منهای 3 تقسیم به 2 به اضافه 3 و 6 دهم تقسیم به 1، اینا رو با هم جمع کنید فکر کنم میشه 5 و 1 دهم. یعنی که اگه این خط رو ادامه میدادی اینجا مثلا میرسید به منفی 5 و 1 دهم فکر کنم اگه درست نوشته باشم، و شیب خط تامینه. حالا معنیش اینه، ولی من اصلا معادله خط رو نمی‌نویسم، فقط کافیه یک نقطه و شیب خط رو داشته باشم. همیشه شیب خط رو شما میتونید از در واقع تحلیل سیگنال کوچیک داشته باشید و خیلی خوبه. خب سوالی نیست، برم بعدی. خب بعدی مدارش این شکلیه، دوباره یه وی این دارم، میاد از یه دیود و مقاومت میگذره. اینجا چون دوتا دیود داریم، حالا اس داره یکی دیگه که مقاومت یکی، دوباره این مدارش با مدار پارسال یکی، عددش عوض شده. اگر همون جواب پارسال رو نوشتید صورت مسئله رو نخوندید. خیلی من دوباره از یک وضعیت نسبتاً حالا بدیهی اگه شروع کنم، اگر ولتاژ خیلی خیلی منفی اینجا بذارم، دوباره وینم از منفی بی نهایت اگه شروع کنم، احتمالاً دیود یکم خاموشه چون میخواد جریان اینوری بگذرونه. وقتی منفی بی نهایت همه المانم هم پسیبه، احتمالاً این داره جریان اینوری میکشه.
این جریان اینوری داره از 1K و دیود 2 احتمالا رد میشه. پس اگر تو وضعیتی که حالا هم وی او وی اینو باید بکشم، هم آی او آی، یعنی وی او بس و بی این اینجا میکشم و آی این بر حسب وی این هم سعی میکنم اینجا بتونم بکشم. خیلی خب، من یه جایی اینجا دارم که الان دیود دو آنه، دی دو آنه و دی یک آفه. خب اگر حالا نمیدونم از کجا به اون بره، ولی اگه تو این وضعیت باشم مدار این شکلی میشه که این دی دو در واقع آنه، یک ولتاژ خروجیم، ولتاژ خروجیم وصل شده به این ولتاژ دیود روشنی که اینجوری روشنه، پس ولتاژ خروجیم منفیه. با یه رنگ دیگه بکشم، منفی 6 دهم منفیه و ثابت. نمیدونم تا کجا میاد، ولی تا یه جایی این ادامه داره. حالا تا کجا میاد؟ سوال اینه که تا کجا میاد؟ یکی میتونه بگه تا کجا میاد؟ اولین تغییری که ایجاد میشه دیود دو خاموش میشه یا دیود یک روشن میشه؟ اینجا نگاه کن، هنوز این ولتاژ منفیه، هنوز داره جریان اینوری رد میشه. پس اولین تغییر که در واقع میتونه اتفاق بیفته اینه که این دیودی که روشنه در واقع دیود دو خاموش بشه. مرز خاموش شدنش هم جاییه که در واقع ولتاژ دو سرش در واقع برسه به جریانی که ازش میگذره بشه صفر. اگه من جریانی که از این میگذره بشه صفر در این لحظه دارم نگاه میکنم روی مشخصه دیود، دقت کنید، رسیدم به این نقطه مرز روشن و خاموش، جریانش صفر شد، یعنی از دیود روشن اومدم رسیدم به اینجا که جریان صفره، ولی ولتاژش هنوز 6 دهمه. یک لحظه رو تصور کنید، این لحظه که ولتاژ این دو سر 6 دهمه ولی جریان صفره. خب اگر چنین چیزی باشه من میتونم اون 6 دهمو، یک مقاومت 1K دارم، یک مقاومت 2K دارم، جریان دیود حالا صفر شده و ولتاژ اینجا منفی 6 دهمه، این منفی 6 دهمو دو سر دو کی که بگذارم یک جریان اینوری بهم میده، این جریان اینوری رو میتونم حساب کنم، در یک کی ضرب کنم و ولتاژ وی این رو به دست بیارم. ولتاژ وی این باید نصف هر چی که دو سر این که 6 دهمه، پس یک 3 دهم هم اینجا افتاده دو سر یک کی، این 6 دهمو با 3 دهم اگه جمع کنم ولتاژ منفی 9 دهمو بهم میده. پس تا منفی 9 دهم هنوز این دیود خاموشه، ولتاژ ورودی من، استدلال منو دقت کردید، من رسیدم به این نقطه، به این نقطه روی مشخصه آی وی این دیود، این دیوده دیگه جریانی داره نمیگذرونه ولی ولتاژ دو سرش تو اون لحظه هنوز 6 دهمه در این نقطه خاص، چون 6 دهمه اینم که جریان نمیگذره، جریانی مقاومت دارم، اینم که جریان صفره، بقیه جریان همه داره از این 1K رد میشه، هنوز دیود یک خاموشه، هنوز دیود یک خاموشه و ولتاژ دو سر اینو میتونم به دست بیارم. پس اینجا منفی 6 دهم باشه، هر چی ولتاژ دو سر 2K افتاده، دو سر 1K نصفش افتاده، چون تو هر دو تا دارن یک جریان ازشون رد میشه. این 6 دهم این میشه 3 دهم. 3 دهم با 6 دهم جمع می‌کنم تا وقتی که به منفی 9 دهم نرسیده، هر دو ببخشید، دیود دو هنوز خاموشه. از این به بعد هر دو خاموش میشن. یک ناحیه دیگه دارم که هر دو تا دیود خاموشن. وقتی هر دو تا دیود خاموشن، مدارم همین نقاشی میشه که اینجا کشیدم. هر دو خاموشن. و وقتی هر دو خاموشن، حالا وی آت دیگه اینجا 6 دهم نیست. وی آت دو سوم وی اینه. قبول. پس وی آت به وی این یه خطیه با شیب دو سوم. از مبدأم حتما رد میشه. دو سوم. اگه خط 6 با 2 رو از این نقطه بکشید حتما هم از مبدا رد میشه، اینجوری میتونید دابل چک کنید، حتما از مبدا رد میشه، چون دیگه هیچ منبع دی سی ثابتی تو این مدل مدار اینجا ندارم، هر دو تا دیود خاموشن، فقط میتونه از مبدا رد شه، هیچ اتفاقی دیگه نمیفته. تا کجا؟ روی این خطه دوباره مینویسم، روی این خطه با یه رنگ دیگه مینویسم که هر دو خاموش هر دو آف. خب به جایی میرسم که اولین تغییر وضعیت دیگه که میتونم بدم، تنها حالتی که میتونه باشه اینه که دیود در واقع یک روشن بشه، دیود یک تا حالا تمام مسیر خاموش بود،
تنها اتفاقی که میفته میتونه بیفته دیود یک خاموش بشه. مرز جایی که دیود یک میتونه خاموش بشه اینه که ولتاژ این سرش 6 دهم از اون سر بالاتر بشه. اگر این ولتاژ اینجا رو 6 دهم بگیرید، فرض کنید ولتاژ اینجا 6 دهمه، فرض کنم ولتاژ اینجا 6 دهمه، هنوز دارم از این طرف به این نزدیک میشم، اینجا جایی که ولتاژ دو سر این دیود یک خاموش بوده میرسه به 6 دهم، چون 6 دهمه ولتاژ این دو سر دو برابر اینه، یعنی ولتاژ اینجا باید دو برابر 6 دهم باشه، 1 و 2 دهم ولت باشه. پس لحظه ای که ولتاژ خروجیتون به 1 و 2 دهم ولت میرسه، ببخشید ولتاژ خروجیم بعد 2 تا 6 دهم باشه، درست دارم میگم 1 و 2 دهم ولت باشه، ولتاژ اینجاتون رو میتونید از روی شیوه خط حساب کنید و از اون به بعد دیودتون در واقع روشن میشه. وقتی دیود روشن میشه، حالا مدار اینجوری میشه، مدارتون دوباره با یک ولتاژ 6 دهم انگار ولتاژ ورودی و خروجی به هم وصل میشن. مقاومت اینجا هیچ تأثیری نداره روی شیب خط 6 دهم. ورودی خروجی رو دنبال میکنه با شیب 1. فقط عرض از مبدأش یه جوریه که دوباره جایی که این خطتون داره ازش عبور میکنه، خط با شیب 1 میکشید، خط با شیب 1 میکشید. دیگه مهم نیست. اگه نقطتون درست کشید، این شیب 1 از این بزرگتره. این شیبش 2/3 این یه شکستگی اینجا دارم، این شیبه یک تو نقاشی خوب نیفتاد بده. بعد دیگه های شما اونجوری شد. خدا الان این خط سبز شما هم میبینید روی این؟ خب نباید اینجوری میشود، من مانم پاپکونش ها بودم فرابید آندوه کار میکنه یا نه. کنترل زی خلاق خواستم یه خط با شیب یکم بیشتر از این بکشم. حالا فرض کنید این یکه و یکم بیشتر از اینه که 2/3 اینجا شیب 2/3 بود، اینجا شیب 1. خب جریانا رو باید همزمان میکشیدم، ببخشید من یادم رفت. جریانا این لحظه اول که دیود خاموش بود، تو این لحظه تا قبل از این که به 6 دهم برسه، چیزی که میبینه این دیود خاموشه، این دیود روشنه، این اینجا 6 دهمه، یک مقاومت 1K میبینه، یعنی خط شیب خطی که اینجا میبینه 1/1K. بعد چیزی که میبینه یک مقاومت 1K و 2K میبینه، شیب 3K میبینه، شیب کم میشه، شیب میشه این پیوسته است، میشه 1/3K تا دوباره اینجا. از اینجا به بعد دوباره شیبی که میبینه مقاومت 1K انگار هست میشه، شیبی که میبینه 1/2K دوباره شیب اندکی زیادتر میشه، اندکی زیادتر میشه، نه به زیادی 1/1K، این میشه 1/2K. حالا فرض کنید نقاشیم درست کشیدم. خب شیبا رو دارید، همه جا میتونید هر ولتاژی که ولتاژ این ور این ور هم مشخصه، همه رو دارید. خیلی خب دو دیود روشن نمیشن دیگه. من گفتم از منفی بی‌نهایت شروع کردم، همه تغییر وضعیت ها رو پیدا کردم دیگه. شما هر چقدر این ولتاژ رو بالا و بالاتر ببرید، همیشه اینجا دیود یک آنه دیدو آفه و نقاشیتون این میشه دیگه. هر چقدر هم این ولتاژ رو ببرید بالا، این مثبت و مثبت‌تر میشه دیگه، هیچ اتفاقی. اگه هر دو روشن شن به یه نقطه میرسیم، یعنی چی؟ به چه نقطه میرسیم؟ به هیچ نقطه نمیرسیم. بکشم یا آی یوسفی؟ میکروفون میاری؟ بگی به چی میرسیم؟
نه مهم نیست، پس پیغام بزن. خب پس الان بذار فرض کنم هر دو روشنن، حالا ببینیم مثلا به چی میرسیم. میگم این اصلا ما قرار نیست این کارو بکنیم، ولی بذار من یه 6 دهم میذارم اینجا، 6 دهم یعنی ولتاژ اینجا میشه منفی 6 دهم. خب بعد اینجا هم مقاومت 2K داریم، بعد اینجا هم یه دیود روشن اینوری میخوام بذارم، اینم دوره 6 دهم، اینجا هم 1. اینجا منفی 6 همه، اینجا میشه 0. بعد چی؟ بعد احتمالا این حتما باید یک جریان اینوری بده، اینم حتما باید یک جریان در واقع اینوری بده، این جریان هم میان تو، حتما باید از این دوتای دیگه جریان بره بیرون، اینوری و اینوری، از این که اینوری نمیره، از اون ورم اینوری نمیره، هر دو منفی هم. یعنی هیچ جوری کیسیل اینجا برقرار نمیشه، درست؟ خب نه میرسیم، ولی الان جریان این دیود اینوریه، خب جریان این دیود هم اینوریه چون روشنه، پس جریان این دوتا مقاومت باید اینوری و اینوری باشه که نیست، هر دو، یعنی همه اینا دارن جریان اینوری میدن، این داره جریان اینوری میده، اینم داره جریان اینوری میده، اینم داره جریان اینوری میده، اینم داره جریان اینوری میده. درست؟ نمیشه چنین چیزی نمیشه. نه دلیلی که نمیشه رو فهمیدی؟ بذار من اینا رو با سبز بکشم. فرض کنم این دیود روشنه، این دیود روشنه جریانش مثبت دیگه، اگه اینو مثبت بگیری جهت جریان اینم اینوری میشه، اگه این دیود هم دوباره بخواد روشن باشه جریان اینم اینوریه، این همین ولتاژ این دو سر این میفته، جریان اینم اینوریه. خب جمع 4 تا جریان مثبت شده 0. خلاص نمیشه، چه این نقطه نمیشه. اگه مثلا حالا یک وضعیت دیگه ای میشد ممکن بود بشه، ولی با این نقاشی نمیشه، ولی ما این کار نمی کنیم. هم که گفتم هم اینجوری این کار می کنیم که هم حس بمون می گرم همه چیش سر جاش. خیلی خوب دیگه چی؟ یه سال دیگه مون فکر کنم 9 دهم و 1 و 2 دهم گفتم. این کدوم؟ این نقطه رو میگی یا این نقطه؟ این نقطه؟ این نقطه رو؟ فقط بگو سوال سر این بود؟ منفی 9 دهم. خب این خط ادامه داشت تا کجا؟ تا جایی که اینجا دیود 2 روشن بود میخواست خاموش بشه. روی مشخصه دیود، شما وقتی روشنی میخوای خاموشی، بذار با یه رنگ دیگه بکشم، وقتی روشنی میخوای خاموشی انگار داری روی این خط حرکت میکنی، حرکت میکنی، حرکت، مرز روشن و خاموش شدن اینجاست، یعنی یه جاییه که دقیقاً ولتاژ دیود 6 دهمه ولی جریانی که از دیود میگذره چیه؟ 0. قبول؟ فرض کن به این نقطه مثلا x، به این نقطه x میخوام برسم، وقتی دارم به مرز نزدیک میشم باید روی مشخصه آیوی دیود 2 به نقطه اکسش برسم. نقطه اکسش اینجوریه که این جریانی که تا حالا مثبت بود شده 0. این جریان 0ه، ولتاژ اینجا هم که 6 دهمه، پس این جریانی که از این مقاومت 2K میگذره رو دارم، 6 دهم تقسیم به 2K اگه بخوام اینجوری بگم، همین جریان میاد همش از مقاومت 1K میگذره، قبول داری؟ چون همش میاد از مقاومت 1K میگذره، دو سر این همین 6 دهم تقسیم بر 2K ضرب در 1K میندازه، یا یک ولتاژ 3 دهم میندازه، قبول داری؟ پس اگه بپرسم وی این در اون لحظه خاص، لحظه حساس کنونی چنده؟ در اون لحظه حساس کنونی میشه 1/6 دهم به اضافه 3 دهم. 9 دهم جهت هم اینوری هم میشه منفی. قبول؟ لحظه ای رو پیدا کردم که مرز بین روشن و خاموش شدن دیود در واقع 2. خیلی خب من یه هومورک که یک دونه دیگه هم بود که بکنم الان اون یادم رفته، ولی بذار بنویسم الان اونم. یک آیه این دارم.
سلام. باز برای آیه این های خیلی مثبت و خیلی منفی اگر یه فرضی انجام بدید، فرض کنید آیه اینتون خیلی خیلی منفیه، این داره جریان اینوری میکشه، آیه اینتون اگه آیه این های خیلی منفی شروع کنم، میخوام بی آتو بر حسب آیه این بکشم. اگه آیه این های خیلی منفی شروع کنیم، انتظار داریم که دیودمون خاموش باشه. اگه دیود خاموش باشه، حالا رابطه که بین آیه این و وی آت داریم یه خط با شیب یک کیه. حالا اگه آیه اینو صفر بگیرم، یعنی این خط با شیب یک کی هم باید از یه نقطه ای رد بشه، از یه نقطه ای رد بشه که اولا شیبش باید یک کی باشه. استدام خط شیبش باید یک کی باشه. این دیگه چون وی آت بر اساس آیه اینه، یک روی یک کی نیست، خودش یک کی. ثانیا باید یه جوری باشه که اگه آی صفر باشه، اگه آی صفر باشه نقطه تقاطعش وی دو باشه، یعنی باید از اینجا رد شه، از این نقطه رد شه. حالا یه خط میکشم از اینجا تا کجا، تا کجا این برقراره؟ تا جایی برقراره که وی آت هم بشه چی؟ تا جایی که دیود خاموش باشه، تا جایی که وی آت هم به 6 دهم نرسیده. دو جایی که وی آت هم به 6 دهم میرسه، 6 دهم میرسه، این خط دیگه مسیرش اینجا دی آف بود، اینجا آف بود، آن میشه. وقتی دیود آن میشه، این همه این جریان انگار میاد از این میگذره، همین جریان میاد از این میگذره و دیگه ولتاژ اینجا 6 دهم فیکسه، 6 دهم فیکسه. در واقع موقع دینامیکی که میبینه صفر، انگار صفر، یه خط صاف میبینه، 6 دهم ثابته و دیود هم آنه و همین چیزی نه. دیگه ویاد ثابت 6 دهم، دیود روشن شده و هیچ. من اینا هم میتونم حساب کنم دیگه، چه نقطه ایه، چه آیه اینیه که اینو برمیده، خطی که از دو میگذره و رو 6 دهم قطع کنه. شما وقتی شیب خط رو اینجا مینویسید، شیب خط رو مینویسید، مگر اینکه یکی از اینا ننویسید. وقتی مینویسید 6 کیلو او، این هم از 2 دهم رد میشه، حتما این نقطه و این نقطه و این نقطه پیدا میشه از رویش. برایش دیگه جبره. خیلی تا اونجایی که هندسه است و دست ما رفت داره، جبرش به ما رفت. خیلی، سوالی نیست؟ صدای من هست؟ بفهم. نه من سوال یک و نه یه 5 دقیقه اینترنت هم قطع شد، بعد اومدم بهم سوال یک آخر رو شده داریم، این میشه یه بار یه سوال یک رو حل کنید. سوال یک و یک کدوم بود؟ این؟ بعد حل نکردم، فقط توضیح دادم اسپایس رو، گفتم تو اسپایس اینجوریه، گفتم یه بار حالا یه جلسه میام اسپایس توضیح میدم و حالا اسپایس اینا، خود فایل LT اسپایس اینا هم توی حالا هومورک درس میذارم، تو صفحه خودم میذارم جلوی در واقع هومورک. ولی تنها نکتهش این بود که شما توی اسپایس اگه LT اسپایس استفاده میکنید، در واقع آپمپتون فکر کنم 4 جور مدل داره، 1 2 3 4 داره از اون آپمپ در واقع جنری که خودش میتونید بیاد. مثلا تو مدل 1 شما فقط مقاعد ورودی و گین و بهره رو میتونید تنظیم کنید، تو مدل 2 فکر کنم لیمیت بالا پایین هم میتونید بذارید، تو مدل 3 مثلا پهنای باندش هم میتونید محدود کنید، اینجوریه. ولی هم مدل 1 رو مثلا بذارید، در واقع این کار میتونید. اگر نبود که میخواستید در واقع با مقاومت اینجوری شبیه سازیش کنید با منبع وابسته، شما یه منبع وابسته دارید فکر کنم مدل اسپایسش ایه، چیزی که تعریف میکنه در واقع ولتاژ وابسته به ولتاژ، ولتیج کنترل، ولتیج سورس میتونید بذارید. آپمپ واقعی نمیفهمید. آره آپمپ مثلا مدل آپمپ هم میتونید بذارید، 741 هم میتونید بذارید، اون دیگه خیلی پیچیده‌تره. من دارم یه آپمپ جنریک میگم، یعنی یه آپمپی که بتونم آره اینو آره اوتو ایناشو خودم تنظیم کنم. یه در واقع مدار اینجوری میکشیدید، این که چیزی نبود. اگر میخواستید در واقع سوینگش رو محدود کنید، میتونستید دوتا زنر دیود اینجوری به خروجیش اضافه کنید. این اجازه نمیده که مثلا زنر 10 و منهای 10 دوتا 10 ولت اینجوری بذارید، اجازه نمیده از 10 ولت و منهای 10 ولت ولتاژ خروجی بیشتر بشه، زنرها روشن میشن، در واقع ولتاژ اینجا فیکس میشه. این راه در واقع مدل کردن این مدار تو این دوتا ناحیه در واقع لیمیت مثبت منفیش. اگه میخواستم اینم به مدلم اضافه کنم.
نه فایل الی اسپایس شد نه حدوداً تو چه اوردر زمانی نه مثلا هر تمرینی که داشتیم اگه شبیه سازی داشتش نه در اختیارمون میذارید؟ میذارم دیگه، حالا جزء سولوشن هست دیگه. یعنی چی؟ یعنی سولوشن شما میگه مثلا سولوشن رو دقیقا همون لحظه میذارم فرداش میتونم با چه سر نه هم مثلا ببینمش چون پارسالیاش هست فرق داره. همه پارسالیاش هست چون فقط عددا فرق داره، میتونی بری پارسالیا رو پارسالیا رو یکم از صفحه بریده یادم نیست، ولی حداقل با یه درصد خوبی مثلا اون سوال طراحی هست اونام بوده، همه همین کلاس هم احتمالاً از همونجا برداشتن کپی زدن که جواب یکی شد. حل فقط همین چون این حل که نیست، منظورش شبیه سازی من آخه شبیه سازی ها با اون تئوری ها فرقی که داره اینه که شبیه سازی ها رو واقعا نمیشه مثلا توضیح داد سر کلاس. همین با چرا حالا میارم اینجا میگم چرا، یعنی حالا ترانزیستور که برسیم خیلی مهم میشه که یعنی حتی اگر یه مسئله بهتون دادم که نگفتم اسپایس شبیه سازی کنید، حتما اسپایس شبیه سازی کنید. شما دقیقاً مثل اینه که واقعاً میتونید برید مدارتون رو بسازید، در این حد اسپایس خوبه. یعنی واقعاً برید تو آزمایشگاه مدار بسازید، حتماً با اون اسپایس، مگر اینکه مثلا مدار رو اشتباه وصل کرده باشید. ولی ریاضی دور نفهمیدم حالا، ولی این کار رو بکنید. من دارم میگم یعنی تو همه درس‌های الکترونیکتون حتی اگر صورت هومورک بهتون نگفته که اسپایس شبیه سازی کنید، چون اسپایس اگه یکم دستتون را بیفته مثلا زیر یک دقیقه شما هر مداری رو میتونید با اسپایس شبیه سازی کنید. خب یعنی حتی مثلا امتحان بهتون بدم اگه فقط جواب آخر باشه میتونید اسپایس شبیه سازی کنید، جوابتون بذارید درسته. خب این کار نکنید ولی میتونید این کارو بکنید، برای همین این کارو بکنید که براتون اینقدر ساده بشه. ریاضی دو نفهمیدم ریاضی دو ترم پیش چی کار میکردید، ولی خب نمیدونم مثلا اگر هدفتون از آمدن دانشگاه این هست که معدل 20 بگیرید احتمالا کپ زدن کار خوبی آره، ولی اگه هر چیز دیگه به جز این باشه احتمالا نمودارا پیوسته است آره، مگر اینکه یکی عمدن بخواد یه کاری بکنه. حالا من میتونم یه مثال غیر پیوستهتون بزنم، ولی در حالت عادی یعنی اگر اون انتا سویچ در یک لحظه انجام نمیشن آره. کدوم سوالات؟ سوالات اینجوری وقتی مشخصه گفتم بکشید، شما باید مشخصه رو جوری بکشید که تمام نقاط مشخصه مشخص باشه. خب اگه منظورت این خط است، خب یعنی برای هر خط حداقل یک نقطه مشخص باشه. مثلا من تو این یه نقطه مشخص کردم، اینجا 1.2 شیبش هم کشیدم، پس کل خط مشخصه. اگه شما یه خطی بکشید که فقط شیبش رو دادید این نقطه رو ندادید، مشخص نیست. اگرم دو نقطه روی خط رو برام مشخص کردید، در واقع هم شیبش مشخصه هم خودش. ولی ساده ترین شدقه تو الکترونیک اینه که یک نقطه و شیب رو مشخص کن، هم حسبتون میده هم درسته. الان جواب دادم آقای مومنی یا منظور توضیحاته؟ وقتی میگم مشخصه بکشید یعنی این، یعنی مشخصه مشخص باشد که خط معادلش چی. لازم نیست معادله ریاضی بنویسید، مثلا این بدترین کار که میتونید تو این درس انجام بدید اینه، این معادله ریاضی رو بنویسید بعد سعی کنید رسمش کنید. اصلا لازم نیست این کارو بکنید. اون چیزی که بهتون حس میده درسته، اون چیزی که حس نمیده غلطه تو این درس. یک قاعده کلی میتونم بذارم. مورد 3 سوال 3 مورد 3 سوال 3 کدومه؟ یا آخری؟ این منظورته؟
خب سوال نیست دیگه. من تو اتاق میمونم حالا برای رفعش کار یه چیزی هست. من تو اتاق هست. یه حل تمرینمون تموم شد. برای این دوستان که میخوان برن، ما سه شنبه برای کویز رو داریم. میتونن جز اون دوتا کویزی که میتونن صفر بگذارن باشه. ولی برای کویز کوچیک داریم. هر هفته یعنی داریم.